را در جای محکم مثل میخ خواهم دوخت و برای خاندان پدر خود کرسی جلال خواهد بود. خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا رو بپذیرید. یهودیان در زمانی که عیسی تدریس می کرد به خاطر حسادت و غرور و خودخواهی خودشون به عیسی تهمت زدند و از او به نزد پیلاتوس فرماندار رومی شکایت کردند و از او خواستند که عیسی را بکشه. پیلاتوس سعی کرد که به یهودیان بفهمونه که عیسی هیچ گناهی نکرده و به خاطر چه خطا و گناهی باید او را بکشن. اونا جواب دادن که او خودش رو پادشاه یهودیان صدا زده و ما به غیر از امپراتور روم پادشاه دیگه ای نداریم. پس پیلاتوس عیسی رو در اختیار اونا گذاشت تا اعدام بشه. سربازا عیسی رو گرفتن و صلیب رو بر دوش زخمی و پاره شده او گذاشتن و از شهر بیرون رفتن. در راه به کسی برخوردن که از ده می آمد. نام او شمعون اهل قیروان بود. سربازان او رو وادار کردند که صلیب عیسی رو بر دوش بگیره، چون در اثر کتک ها و تنبیهات بدنی عیسی قادر نبود اون صلیب رو حمل کنه. سربازان عیسی رو به محلی بردن به نام جلجتا که به زبان عبری یعنی جمجمه سر. در اون زمان مصلوب کردن روشی بود که رومی ها برای مجازات برده ها و جنایتکاران و غیر رومی ها به کار می بردن. این نوع مجازات پرشکنجه ترین، شرم آورترین و بدنامترین نوع مرگی بود که ممکن بود. یک حاکم ظالم حکم اون رو صادر کنه. میخا از لابلای دست و پای مجرم عبور می کردن، در حالی که روی چوبه صلیب میخکوب شدند. بدن شخص روی صلیب در شرم، گرسنگی، تشنگی طاقت فرسا، درد و تشنج آویزون میشد. معمولاً 4 تا 6 روز طول میکشید تا شخص مصلوب شده بمیره. و در همان زمانی که عیسی را مصلوب میکردند، 2 جنایتکار رو بردن که با او اعدام کنند. سربازان لباس‌های عیسی رو به حکم قرعه میان خودشون تقسیم کردند. مردم ایستاده بودن و تماشا می‌کردند. سران قوم هم ایستاده به او می‌خندیدن و مسخره کنان می‌گفتند. برای دیگران معجزات زیادی انجام داد. حال اگر واقعا مسیح و برگزیده خداست، خودش رو نجات بده. سربازانم او رو مسخره کرده و شراب ترشیده خودشون رو به او تعارف میکردن و میگفتن اگر تو پادشاه یهود هستی خودت رو نجات بده. به دستور پیلاتوس بالای صلیب نوشته‌ای نصب کردن که روی اون نوشته شده بود: عیسی ناصری پادشاه. بسیاری اون نوشته رو که به زبان عبری، رومی و یونانی بود خوندن، چون جایی که عیسی رو مصلوب کردن نزدیک شهر بود. در ابتدا اون 2 دزدی که در طرفین عیسی مصلوب شده بودن او را دشنام می دادن و یکی از اون 2 جنایتکار که در کنار عیسی مصلوب شده بود به طعنه به او گفت: اگر تو مسیحی چرا خودت و ما رو نجات نمی دی؟ اما بعدن یکی از اونها نظر خودش رو تغییر داد و دیگری رو سرزنش کرد و به او گفت: حتی در حال مرگ هم از خدا نمی ترسی؟ ما حقمونه که بمیریم، چون گناهکاریم، اما از این شخص یک خطا هم سر نزده. بعد روشو به عیسی کرد و گفت: ای عیسی، وقتی ملکوت خود را آغاز کردی مرا هم به یاد آور. عیسی در جواب گفت: خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. عکس العمل او باعث شرم شاگردان عیسی شد. عیسی بیش از 2.5 سال به شاگردانش تعلیم داده بود که ملکوت او ملکوت دنیوی نیست. او حالا در حال مردن بود و به نظر اونا ملکوت عیسی هم در حال مردن بود. اونا اصلا به این فکر نبودن که او دوباره زنده خواهد شد و در جلال سلطنت خواهد کرد. اما یکی از اون 2 دزد در کنار مسیح این چنین فکری نداشت. شاید او شنیده بود که عیسی درباره ملکوتی آسمان سخن گفته و
و حالا که عیسی در حال مرگ بود، او میدونست که ملکوتی ماورای قبر عیسی وجود داره. چقدر مایه تعجبه که یک جنایتکار عیسی رو بهتر از دوستان صمیمی او میشناسه. او حقیقتاً گناهکاران رو دوست داشت. قبل از مرگ عیسی رو به آسمان کرد و گفت: پدر، گناه این اشخاصی رو که به من ظلم کردند ببخش، چون اونا نمیدونن چه میکنن. هنگام ظهر عیسی خطاب به مادرش فرمود: ای زن، اینک پسر تو. و به یوحنا گفت: ای پسر، اینک مادر تو. نزدیک به ساعت 3 عیسی فریاد زده گفت: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا تنها گذاشته ای؟ بعضی که اونجا ایستاده بودن تصور کردن که الیاس نبی رو صدا میزنه. یکی از اونا دوید و ظرفی از شراب ترشیده رو بر سر یک چوب گذاشت و نزدیک دهان او برد تا عیسی بنوشه. ولی دیگران گفتن: کاری نداشته باش، بگذار ببینیم آیا الیاس میاد و او رو نجات خواهد داد یا نه. به هنگام ظهر برای مدت 3 ساعت تاریکی همه جا رو فرو گرفت و نور خورشید از تابیدن باز ایستاد. آنگاه پرده زخیمی که در جایگاه مقدس خانه خدا آویزان بود از وسط 2 تکه شد. عیسی حقیقتاً مرگ پرجلالی داشت، چرا که هنگام جان دادن برای قاتلین خود دعا کرد. نگفت: خدایا این مردم رو بکش و از بین ببر. گفت: خدایا گناهان اونا رو ببخش. و دیگه این که به یک جنایتکار وعده بهشت داشت. منزلی برای مادرش تدارک دید که آخرین کار زمینی او بود. از ظهر تا 3 بعد از ظهر همه جا رو تاریکی فرا گرفت و حالا دور نهایی از مأموریت کفاره گناهان بشر فرا رسیده بود. احتمالاً تاریکی نشانه روبرگردان خدا بود و شاید همین نشانه به کمال رسیدن عمل فدیه بود. اینکه در اون 3 ساعت عیسی متحمل چه دردی شد، واقعیتیه که در اون دنیا به درک اون نائل خواهیم شد. 4 گفتار آخر او روی صلیب مربوط به سخنانیه که او از درد مفرد و جدایی از خدا اونا رو به زبون آورد: خدایا خدایا من رو چرا ترک کردی؟ او حاضر شد درد جهنم و دوری از خدا رو بچشه تا از رفتن ما به جهنم جلوگیری کنه. تشنم، تب سوزان و تشنگی مفرد از خصوصیات مرگ بر روی صلیب بود. اما این عبارت احتمالاً معنی عمیق‌تری رو در بر داشته. اونا که به او سرکه نوشانیدن، اون همون جامی بود که عیسی دعا کرده بود. گفت: ای پدر، اگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده توست بشود. در اینجا بود که دردهای او به پایان می رسید. او سرکه را نوشید و سپس با فریاد پیروزمندانه و شادی بخش فرمود: تمام شد. و بدین ترتیب دوران حکمرانی ظالمانه گناه و موت به سر رسید. او در حال پیمودن راه آسمان گفت: پدر، در دستهای تو روح خود را می سپارم. در همین هنگام زلزله صورت گرفت، پرده هیکل از وسط 2 نیم شد و قبور مردگان گشوده شد و بدین ترتیب خدا به پیشواز پسر خود رفت. خب عزیزان من، امیدوارم که روز خوب و پربرکتی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما رو به دست خدا می سپارم و خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات
و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. عیسی چه شیرین است، کی باشد همچون نامی، چنان که قبل است تولد داد هاتف آسمانی. فرشته سماوی نامش عیسی خان همی، زیرا با مرگش بر صلیب نجات دهد هر قومی. اسم بی همتا را نشان آزادی ما گشت در خونش هویدا. نام عجیب عیسی.